سلام هموطنان عزیز، آرزوی سلامتی همه شما را دارم. ما امروز خواستم بیم به کوچه مرغ‌ها. و حال میشه برش بگویم که کوچه انتیک فروشی. امروز خواستم که از این کوچه بر شما گزارش تهیه بکنم. خیلی از دوستا علاقمند بودن که از این کوچه برشون گزارش تهیه بکنیم. قسمی که همه میفهمین در این کوچه انواع صنایع دستی، چمدان‌های چرمی و همچنان زرگری، حکاکی، امی موضوعات جریان داره و به فروش میرسن. امروز خواستیم ببینیم که این کوچه با 40 سال قبل چی تغییرات به وجود آمده و این کوچه با 40 سال قبل چقدر فرق داره، فرق کرده یا نکرده. دوستایی که قبلا دیده تا حال تصویرش حتما میفهمن که فرق کرده. خب امروز خواستیم که از این کوچه گزارش داشته باشیم. شما میتونید که تا آخر دنبال کنین. ما در بخش‌های مختلف گزارش امو موضوعاتی که ذکر کردیم حتما به تصویر می داشته باشیم. پدر امی لحظه در جریان تلاوت کردن قرآن کریم است. ما مزاحمش نمیشیم. داخل دکان آمده میبینیم که انواع اشیای قدیمی خود افغانی وجود داره، مثل اینی شمشیر که در غلافش هست. آله ای چیزا هیچ وجود نداره، از اون سابق از قدیم مونده. و این قفلای امون زمان سابقه و یا هم زنگ دروازه ببینین که از امون سابق مانده. دیگه افتابه و لگن که آله معمولا در خانه ها از چینایی استفاده میکنن، در سابق از اینا بود که خیلی قیمت و خیلی با ارزش بود. که حالم نمونه بسیاری از دوستا علاقه دارن که در خانه خریداری کنن. تفنگای بودی که در برنامه ذکر کردم، اینجا کسایی کنه میخرن به خاطر خانه و نمایشونه استفاده میکنن. و اینجا هم چیزهای خیلی جالب قدیمی وجود داره که هر کدامش مقبول و خوشایند است که بخری ببری خانه. اینی هم پتنوس های میسی قدیمی است. حالا معمولا مردم از پتنوس های چینایی و نیکلی استفاده میکنن. همین سماوارای قدیمی میسی که بود، حالا کلش از آهنی جور میشه و قدر ارزش نداره، ولی اینا از مسابق میسی است که خیلی علاقه من نام داره. در او سابق رواج بود و حال مردم، کسایی که به خاطر یادگار در خانهشان نگاه میکنن، من از این کوچه مرغا خریداری میکنن. و اینجا خیلی از چیزهای دیگه که ما اولین بار ما از آمدیم به این کوچه، ما از این کوچه عبور مرور داشتم اما داخل نامده بودم که این چیزهای مقبول زیبا رو ببینه. و اینجا هم تفنگای بادی خیلی دراز. خب میریم به دیگه دکانا ببینیم که دیگه دکانا در این منطقه کوچه مرغا چی چیزا پیدا میشن. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ اسم شما چیست؟ عبدالجبار نظری. بسیار خوب. شما چند سال میشه که در کوچه مرغا انتیک فروشی میکنین یا عتیقه فروشی میکنین؟ تقریبا 32 سال میشه. چی تغییرات آمده تا 33 سال یا 32 سال قبل؟ فکر کنین زمین آسمان. سابق که بود توریست در کوچه اما 24 ساعت فعال بود. 24 ساعت اینجا گشت و گذار داشتن. حتی این دم بغلا اتاقا بود، در اینجا به حساب اتاقا رو به کرایه میگرفتن بر خود. جای دیگه نمیمون برشون، چون اینجا بسیار خوش بودن. حالا در سال یک تا توریست ما نمیبینیم دشوار. و مشتری های شما معمولا توریست هاست؟ بله، مشتری های ما توریست هاست. اگر به حساب خودم و شما باشیم، تا زمانی که پیسه زیافگی نکنه، اگر شوق کنن که یک کدام برادر ما دور بخوری، یک چیزی از پیش ما بگیر. در غیر از ما سر کار ما با توریست هاست. توریست هم درک نداره، یک بر کلگی واضح است که هیچ گپی نیست. یا دوائر دولتی اگر چیز کارشان شو به خاطر دفتر بگیرند، اگر در غیر از او خانواده نمیتونن. بعضی وقتا تو دامدار نیست، بعضی وقتا یکان وزارت که یکان توفه بر خارجی ها که بگیرن، اونا گذرشان باشه بیاین بگیرن و گفته نمیتونم دیگه گپی نداریم. حالا شما دمای چند روز کار میکنین؟
در یک ماه 30 روز است، ما 30 روز در کار هستیم، اما مصرف یک ماه خود نمیتونیم که در دو ماه بکشیم. این همیال کرای دوکان سر متوان است، خرچ مصرف ما سر متوان است. خلاصه که با امید از این که باشه این مذاکره نتیجه میده، بازار خوب میشه، مذاکره نتیجه بده، آرامی شوه. اگه توریست باز بیا باز در اون وقت، در غیر از ما این همیجه قرار تمام مسائل فقط سخنی رو که میبینیم سر متوان است. به خاطر از این که مشتری شما تمامش توریست است و نیاز است که یک صلح بیا و اونا بگردن، جرات کنن در این کوچا بگردن، گشت و گذار داشته باشن که بیان جنس های وطنی، و این با فایده خود ماست که اگر اونا بیان جنس های وطنی ما رو ببرن و نمایندگی از افغانستان میکنن. خب به هر حال اما شما چی دکاندار چی کراچیوان همگی منتظر هستن که یک صلح بخیر بیا که همگی پس سر پا شون. در دکان شما چی چیزا پیدا میشه؟ اینجا دیگه از گپم و چاک از اید به بالا چینی داریم، سنگ داریم، آین داریم، دیگه تکباب داریم، همه چیز داریم، اما صرف فروش نداریم دیگه. اینم که گپ است. ارزان ترین شی یا یک چیز چند است و قیمت ترینش چند است و چی است؟ قیمت خود نظر به شوق خواست مشتری است. قیمت خود ما میگیم، اونا نظر به سنجشی که دارن، فکری که دارن، یا از اینه که به حساب برای همون جنس تخصیص میتن، همون به همون حساب تعیین میشه. ارزانترین ما به نام چنگ یک آله است که سابق امراه از موزیک زده میشد. ارزانترین هموز که قیمت 170 افغانی است. با چیم بیار یک چی؟ قیمت ترینش؟ قیمت ترینش دیگه دانه است. دانه قیمت نداره. دانه با باز بریم. بیار بچه چنگ. این چنگ است. سابق امراه ازی چنگ زده میشد. این در دادان گرفتن میشد از این زده میشد به این دکم. این خودش یک موزیک است. سابق که بود در اینجا بجز از دکانداری گپ سخن ما پوستین بسیار فروخته میشد. پوستین فروخته میشد، بکس های جیبی فروخته میشد، چرمی باب زیاد فروخته میشد، چوبی باب زیاد فروخته میشد از طرف ولایت نورستان ما. دیگه نیم چیزو بازارش خوب. این کوچه را چرا به نام کوچه مرغا یاد میکنن؟ به نام کوچه مرغا یا مرغ فروشی. همونطور که از نامش هویداست، در گذشته اینجا مرغ فروشی بود. آهسته آهسته ما بدل شد به کوچه مرغا که مردم ایره میگن و حال صنایع دستی فروخته میشه و بعضا مردم کوچه عتیقه فروشی میگن. دکان پوستین فروشی و اینجا کلاهای متنوع و مختلف پوستی وجود داره که هر کدامش قیمت خاص خود داره و بسیار مقبول است و معمولا در زمستان استفاده میکنن و همچنان پوستین های زنانه و مردانه اینجا وجود داره که مطمئن هستم که هر کس تصویرش رو ببینه خوش میکنه و میخواد که خریداری کنه و این بالا پوش های زنانه است. قیمتایش من نمیفهمم که چقدر است. خب از دوستان میشه پرسان کنیم قیمتی بالپوش چند است لجان؟ این قیمتش میه 12000. 12000 ها. و پولیش؟ و پولیش هم قیمته 12000. بله. این کلان پوست است؟ آها. و این کلاهی که در بالا میبینیم این هر کدامش چند قیمت داره؟ این هر کدامش مختلف نظر به جنس، نظر به پوست. خب هم نرخای پایین وجود داره هم بلند وجود داره. کسایی که پولدار هستن میتونن که بلندترش خریداری کنن، کسایی که اقتصادشان خوب نیست میتونن که از اون 500 انتخاب کنن. از پوست کدام حیوانا ساخته میشه؟ از پوست گرگ، گوسفند، خصوصا زیادتر از گرگ ساخته میشه چون این گرگ و این حیوانات پوستی شکار میکنه کی میگیره؟ خب این اکثرش از خارج میایه دیگه. از خارج یا از ولایت های ما شما؟ از خارج هم میایه، باز از ولایت هم میایه، اکثرا از خارج میایه چون اینجا ما شما دستگاه نداریم کیرف کار میکنه. آها، بازی از خارج میایه اکثرش. نگه داخلی هم هست مثل پوست گوسفند.
خب شما هم خارجی میفروشین هم داخلی؟ نه دختش اینجا میشه، ساختش اینجا میشه. خب پوست خارجی. آها. اینی واسکت های مردانه خیلی مقبول است؟ اینی واسکت ها یه هر کدام از این چند قیمت داره؟ و قیمت هایشان می 2000 هم 2000؟ آها. بسیار مقبول است. یا از پوست ساخته شده یا از تکی مخصوص؟ از پشم شطاره. از پشم شطاره. همونطور که قیمت هم است مقبول هم است و در زمستان گرم هم است. گرم است بله. خب میریم دیگه چیزها رو میبینیم در بازار در کوچه مرغا میبینیم چه چیزها وجود داره. تشکر از شما. اما تو که گفتم در این کوچه صنایع دستی، انواع صنایع دستی وجود داره. همین لحظه هم در یکی از دکانهای هستم که تمام اجناسش وطنی چرم اصل ساخته شده و شما بعدا تصاویرش خود دیدین که چیزای مقبول زیبا ساخته شده و شما که اگر علاقه مندی دارین میتونین دوستایتان بگوین که از افغانستان براتون تحفه روان کنن. و این کمربندا رو که شما میبینین این از کمربندای عادی نیست، هر کدامش قیمت بالام داره و جنسش اصلی است، یعنی چرم اصل است هر کدامش. دیزاین های مختلف داره، مقبول زیبا. و همینطور این طرف هم بکس های رسمی دفترها و همچنان دستکول های خرد دخترانه که خوبی از این است که چرم اصلی است و یک بوی خاص هم داره. و این طرف هم دیگه کلیبند هایی که دوستا علاقه من دارن از این کلیبند ها میتونن استفاده کنن. و این طرف هم بکسک های جی بی، کسایی که پول نگاه میکنن یا کارت بزنس کارت نگاه میکنن هم وجود داره، ولی عادی نیست، چرم است که او یعنی تا دیر دوام پیدا میکنه. معمولا افغان ها دوست دارن که یک چیز رو وقتا میخرن خوش دارن که حتی تا دم مرگشان هم امرایشان کار بتن. از او خاطر دیگه کسایی که دوست دارن او رقم جنس بگیرن اینجا بیان. خب ما آل پان نمیکنم که نفت ها خواهی کشه میگیرم نمونه این رقم. خب ایره اول ببینین که چطور است، مقبول است یا نه، بعدا باز قیمتش را پرسخان میکنیم. رنگ های مختلف داره، شیپ های مختلف داره که در کوچه مرغا امروز در فروش میرسه. و همی بکسک های دستی دخترانه خیلی مقبول، فیشنی که دخترها معمولا خوش دارن که هر چیز وقت نمیگیرن فیشنی باشه. و در اینجا هم تو فیشنی از رنگ های مختلف داره، ای هم رنگ مختلف، دیزاین مختلف، بسیار خوب، شیک، مقبول. و هم برای اطفال که دوست دارن بیک داشته باشن، بکسک داشته باشن، خیلی مقبول کلیبند. خب اینجا بریم که دوست ما امیل عزت در جریان ساخت و ساز هستن. سلام، نام شما چیست؟ زلمای. زلمای جان، زلمای جان چی مدت میشه کارو باره صنایع دستی رو انجام میتین؟ از وقتی که می پیداش می کارا میکنیم. چند سال میشه؟ اینا تقریبا 25 سال میشه. 25 سال میشه همین کاروبار صنایع دستی و چرم. چرم ازی از کدام ولایت میه؟ ما الان چرم ازی از شبرغان میه. در ایراد چند وقت جور میشد. سابقا از پاکستان میامد، حالا اینجا جور میشه. حالا فروشتون خوب است یا کم است؟ حالا فروش از ذره کم شده، خب بازارا میفهمیم. بله آقا این رقم هست. یک دستکاول یا یک بکسک جی بی یا کمربندی که دوستای ما خریداری میکنن چی مدت دوام پیدا میکنن؟ والا چرم هست که هرچی که نگاه کنن نگاه میشه، هرچی که دست بخوره چرم خوب شده میره. ما از این بکس هایی که در قول مندازن یک دانه خریدیم تقریبا 5-6 سال میشه که نگاه کردیم. والا چرم خرابی نداره بیاده، یک کمک پوست شده. پوست شده او چی میگن کیفیت اولش نمونده ولی پوست شده، ولی باز هم هست. چیز حلال است دیگه، چرم چرم حلال است. بیادر کلش دیش تکبیر گفتم میشه، بیادر چیز خوبیش است دیگه. امی کمربندار که ما بر دوستان شان دادیم قیمت چند است؟ کمربند ها بیادر هست 800 یک هزار 2000 کمربند. این دیگه دو کمربند های عادی نیست که 100 رپه روی بازار مفروشه. یا چرم هست، چرم شطور هست، چرم گو هستن بیادر کلش. دوستا و بچه هایی که برند پوش هستن دوست دارن چیزای اصل بپوشن، میتونن که از این کمربند استفاده کنن. و اونو بکسک های جیبی هم فکر میکنم که
قیمت از دیگه بله. هر دانش چند است؟ 1000، 1500، 2000، 800، 500، 400 هر رقم وکسل داره. بسیار مقبول است. و این بیکای که اینجا میبینیم دخترانه و بچگانه یک جز هر کدامش چندی هست؟ بله، 2500، 3000، 2000 هر رقم بیک داره. خیلی عالی است، خیلی مقبول است. خوبی چرم در چی است؟ خودت میفهمی؟ خوبی چرم در اینه میست که بهتر به وجود ما این فایده ای داره. چی فایده داره به وجود ما؟ اینه میست که بهتر عرق نمیکنه، چرم بهتر عمر زیاد میسازه، بهتر کمردرد نمیشه، کمربند بسته میست که پلاستیک عرق میکنه، این عرق نمیکنه، دوامدار است، چیز خوب است. خوبی چرم ده بود من میفهمم ای است که همه دوستان میفهمن، خب کسایی که استفاده کرده باشه بیشتر برشان تجربه میشه، ای است که خراب نمیشه و دیگه پای بوی نمیگیره. من همیشه از این وسایل وطنی استفاده میکنم، بوتای ممکن وطنی است، باز تلیش هم چرم است، اونموس که پای بوی نمیگیره دیگه، یک خوبیش نمی است و دوستان میتونن که همیشه از چرم وطنی استفاده کنن. پلاستیک است یک بار مصرف است، یک بار مصرف نیست باجان، موزنیمیز که از این استفاده میکنیم بعد از 3-4 سال ازش 100% استفاده میشه. فروش دارن بازی روزا خوب است، میخرن مردم؟ والله فروش هست دیگه، حال فعلا نگه فروشات حال نیست فعلا، حتی کرای دکان زر ما تا خانت رزه برد دوستان رو امروی هر کدام شما مصاحبه میکنیم، از زمین نبود بازار و فروش شکایت دارن. بازار یک ذره چیز نیست، اگر نیست صاحب خوب بود برای این کاره که ما بهترین کار بود، یادر زیادتر یا این خارجی ها میامدن میبردن، ولی یک ذره مشکلات هست دیگه یادر. خب یا خیر باشه، دعا میکنیم خداوند امو امنیتی که قبلا در افغانستان و در کشور ما وجود داشت حالا به وجود بیه که ما شما هر کدام ما پس هر پاشهیم. خیر باشیم. خیر نصیبت دارم. اینجا هم پوستین های مقبول وجود داره که هر کدامش میشه به تصویر ببینین، کلاهای مقبول اینجا که همش از پوست حیوانات ساخته شده، ساخت وطن، پوست گوسفند است بدنه که هر کدامش هم زیبایی خاص خود داره. وای هم دیگه کلا که معمولا در زمستان از استفاده میکنن، از این کلاها و از این پوستینا در سابقه استفاده میکنن، حالا هم یک تعداد کم استفاده میکنن و گفته پدر حالا معمولا از وسایل چینایی استفاده میکنن. وای هم کلاهای گرم زمستانی. اینجا یکی از مارکت های بسیار بزرگ صنایع دستی افغان ها است که جور شده در کوچه مرغا. قبلا این مارکت و این مارکت های کلان نبود، امروز این مارکت ها ساخته شده و داخل هر مارکت به تعداد 100-100 دوکان ساخته شده و تمامش همین صنایع دستی افغان ها است. و همین لحظه میدونیم که انواع پوستین های مقبول زیبا از پوست حیوانات مختلف از بلج خود ما شما ساخته شده، پوستین های بسیار مقبول. و این طرف هم چند منزل دکان ها ساخته شده در این مارکت که قبلا تنها کوچه مرغا بود و امی کوچه مرغا تا قسمت چرای تراباس خان و این طرف هم سرک شهر نو، امی کوچه مرغا تماما صنایع دستی بود، حتی فروشی و سنگ های قیمتی. آل مارکت های بزرگ ساخته شده مثل ازی که هر کدامشان دکان های مختلف و اموال مختلف، جنس های مختلف در این بازار فروخته میشه. خب تشکر از همه دوستا که گزارش را دنبال کردین، دیدین و امروز همه هموطنان عزیز ما امو کسب کارشان در این کوچه دارن، ولی متاسفانه که شکایتشان از نبود بازار است، از نبود امنیت خوب و از نبود مشتری های توریست که اینجا همه ساله میان، همه روزه میان، حتی گفتن که اینجا اتاق میگرفتن به خاطر زیبایی کوچه مرغ‌ها. دیگه متاسفانه که آلو چیز وجود نداره، اینا در کاروبارشون مصروف هستن و از نبود بازار و مشتری و روزگار اینا شکایت دارن. خیلی ممنون، تشکر از اینکه گزارش ما رو تا آخر دنبال کردین. وقت خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار همه ما شما.